يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ای کسانی که ایمان آورده و درگاه خداوند توبه نصوح بکنه، امیده که خداوند گناهان شما پاک بکنه و شما به جنات و باغهای در آوره که در زیر از اونا جویبارها وجود داره. توبه یعنی بازگشت و رجوع دوباره به خداوند متعال و منان. توبه یعنی پاک کردن قلب از تمام نارسایی ها و بریدی ها و زشتی ها و تمایلات نفسانی زود گذر. توبه یعنی پاک و صاف کردن قلب از تمام چیزهای بد. خداوند متعال میگه و توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون. ای مؤمنا، همه شما به گونه جمعی به درگاه خداوند توبه بکنید تا رستگار بشید. کسانی که توبه نمی کنن و از گناهانی که در زندگی انجام دادن نادم و پشیمان نمیشن، اونا از جمله ظالمین و ستمکارا به حساب بیاین. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. کسی که توبه نکنه از جمله قوم ظالم و ستمکار محسوب میشه. حالا کسی که از جمله ظالمین و ستمکارا باز به حساب بیایه، سرانجام و عاقبت بسیار بعد در پیش داره. چرا که انه لا یفلح الظالمون، خداوند قوم ظالمین و ستمکار را استگار نمیکنه. والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند ظالمین و ستمکاران را هدایت نمیکنه. و از همه خطرناکتر، والله لا یحب الظالمین، خداوند قوم ظالمین و ستمکار را دوست نداره. چقدر خطرناکه که باز ما مورد محبت و مهربانی خداوند قرار نگیریم. بیم از تمام گناهانی که تا حال انجام دادیم توبه بکنیم، نادیم و پشیمان بشیم، سر درماندگی و تعظیم و عجز و ناتوانی و به درگاه و آستان خداوند فرود بیاریم. امیده که خداوند متعال از ما بپذیره و ما مورد مغفرت و رحمت خود قرار بده. از تمام گناه ها باید دوری بکنیم و بازگشت بکنیم و توبه بکنیم، از کوچکترین گناه شروع تا بزرگترین گناه. اگر گاهی به عهد خود وفا نکردیم توبه بکنیم. اگر در سخن گفتن دروغگویی پیشه میکنیم، از اون دروغ گفتن خود باید توبه بکنیم. اگر تا حال با سخنچینی ها و لفاظی های خود چند تا خانواده رو به هم منداختیم و اتحاد و دوستی از اونا از بین میبردیم و بین از اونا اختلاف و تفرقه و پراکندگی ایجاد میکردیم، از این کار خود توبه بکنیم. اگر جای حق را پوشیدیم و کتمان کردیم و شهادت دروغین دادیم توبه بکنیم. اگر در امانت خیانت کردیم باید توبه بکنیم. از تمام گناهان خود انسان و مسلمان بعد به درگاه خداوند نادم و پشیمان بشه و توبه بکنه. امیده که خداوند توبه از این فرد قبول بکنه.
انسان و مسلمان هیچ وقت از رحمت و مغفرت خداوند نباید ناامید بشه. چرا؟ قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. پروردگار میگه بگو به بندگان من، اونهایی که در گناه کردن از حد هم گذشته و بر نفسهای خود رو اسراف کردن، بگو به همی افراد که از رحمت من ناامید نشن. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشن. چرا؟ چرا که ان الله یغفر الذنوب جميعا، خداوند تمام گناهان انسان را میامرزه و میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، خداوند ذاتی بس آمرزنده و بخشنده و مهربانه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جایی میفرماید که اگر بنده آنقدر گناه کنه و آنقدر خطا و لغزش از او سر بزنه که این خطاها به آسمان هم برسه و باز اگر توبه کنه، خداوند توبه از این فرد در میپذیره. خداوند توبه از این فرد در میپذیره و اون مورد عفو و بخشش خود رو قرار میده. پس انسان نباید ناامید بشه. وقتی زندگی پیامبران قرآن بر انسان مسلمان به تصویر میکشه و میبینه که پیامبرا بعد از هر لغزش و اشتباهی که از اونا سر زده باز توبه کردن، به انسان مسلمان میآموزانه که هیچ وقت از توبه کردن دست نکشه. هرگاه گناهی از او سر زد دوباره بره توبه بکنه. حضرت آدم علیه السلام وقتی که از اون درخت ممنوع خورد و از کرده خود خوب پشیمان شد، چی دعای جالبه کرد؟ ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین. پروردگارا ما بر نفسهای خود ظلم کردیم و اگر تو ما مورد مغفرت و رحمت خود قرار ندی، از جمله خاسرین و زیانکاران محسوب میشیم. به همین بود که باز خداوند پذیرفت. و عسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. خداوند میگه حضرت آدم علیه السلام عصیان ورزید، باز ما او را ببخشیدیم، عفو کردیم، او را پذیرفتیم و هدایت کردیم. حضرت موسی علیه السلام بارها و بارها وقتی از اون لغزش و اشتباهی که سر زد، باز هم به درگاه خداوند رجوع کرد. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. حضرت موسی علیه السلام گفت پروردگارا من به نفس خود خود ظلم کردم، من ببخش، من مورد عفو خود خود قرار بده. فغفر له، پس خداوند او بخشید و مورد عفو خود خود قرار داد. حضرت یونس علیه السلام وقت دیار هجرت را به پیش گرفت، بعضی که مردم دعوت از او قبول نمی کردن و به دین نمی پیوستن، دل از او کمی گرفته بود و نامید شده بود. وقتی به دریا رفت و ماهی او رو ببلید، باز او وقت به عظمت و بزرگی خداوند پی برد و گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. پروردگارا جز تو هیچ معبودی وجود نداره، تو پاکی، من از جمله ظالمین و ستمکاران بودم. و همین بود که باز خداوند پذیرفت. فاستجبنا له، ما دعا و درخواست حضرت یونس مورد اجابت قرار دادیم. ونجیناه من القوم، بور از قوم و اندو نجات دادیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وجودی که از گناه مثل دیگه پیامبران معصوم بودن، باز هم توبه میکردن. در جای فرمودن ای مردم به درگاه خداوند توبه بکنه. چرا؟ چرا که من هر روز صد بار توبه میکنم. ماهایی که روز تیر نمیکنم مگر که حتما در گناه انجام میریم، ما باید چقدر به درگاه خداوند توبه بکنیم. توبه در حقیقت موجب تجدید ایمان میشه. توبه خشوع و خضوع قلبی انسان و مسلمان را به خداوند اثبات میسازه و توبه که باعث میشه پیشانی شیطان به خاک مالیده بشه.
خداوند متعال و منان برای تمام ما مسلمان ها توفیق بده تا از تمام گناهانی که تا انجام دادیم نادیم و پشیمان بشیم و به خداوند رجوع بکنیم.